خب بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز ما شما تا قسمت کار کردیم و میخواستیم یک مینو کار کنیم که با استفاده از اون مینو امو تعداد کلمه های فایل پنا تغییر بدیم. خب دیروز چون وقت نبود نه وقت کم باز بعض یک ذره جنجال پیدا میشه. امروز خب دقیق میبینیم که چرا دیسپلی نمیشه به شکل درست. خب تا این قسمت کار کرده بودیم. خب یک چندان ریکتنگل است که با استفاده از ذره کلید کردیم. این قسمت مشکل نیست. خب بعد از یک دانه مینو ساختیم، دیکلریشنش در بالاش در بیرون از کانسترکتر متنس هست. اینده این قسمت شما ببینین این قسمت دیکلیر شده. خواه یک دانه اری از ریکتنگل داریم به نام رکس، یک دانه مینو بار داریم، دو دانه مینو داریم، یکش به نام مینو، دیگهش به نام مینو ست کالا و اری از آیتم ها داریم که فقط تعداد امو سایز اریش مشخص کردیم به اندازه 10. هنوز اینیشالایز نشده است. این قسمت اینیشالایزیشن نمیگه، اگر نیو هم هست اینیشالایزیشن گفته نمیشه. اگرش اینیشالایزیشن هم میتونیم بگیم چون نیو که گرفت اره خودش آبجکت هست. آبجکت معمولا در حافظه یک فضا رو میگیره، فضا گرفت یعنی اینیشالایز شد. خب مینو را اینیشالایز کردیم سایسا و مینوی دومیش هم اینیشالایز کردیم سایسا. در مینوی اولی مینوی دومی را اد کردیم سایسا، یعنی در داخل مینوی اولی مینوی دومی را مانده. متوجه باشین در قسمت get children است، get item است سایسا. خب و مینو بار خودم در این قسمت اینیشالایز کردیم و بعد از اینیشالایزشن مینوی خود در داخلش ماندیم سایست. یعنی یک دانه مینو رو ماندیم، این مینو دیگه مینو رو داره سایست و میخوایم در داخل از این مینوی که در داخل از این مینو قرار داره آیتم ها رو قرار بدیم. مینو آیتمز. خب تا این قسمت هم هیچ مشکل نیست. یک دانه هم کرپن ساختیم، اینجا مشکل نیست. استکبر هم ساختیم، مشکل نیست. و این قسمت موقعیتش مشخص کردیم در کدام قسمت قرار بگیره. مینو بار گفتیم در بالا قرار بگیره سیست و استک گفتیم در پایین قرار بگیره. حال میبینیم که در استک چه قرار داره و در مینو بار. در کل روی آنکورپن یک مینو بار قرار میگیره و دیگه استک قرار میگیره. پس میبینیم که در استک چی چیزا را داریم. خب مشکل اصلا در داخل فور است. بعد از این قسمت عدش کردیم در داخل آنکورپن. مشکل اساسی یا اصلی در فور است. البته کدوم سنتکس ایرور یا سنتکس مشکل نداریم. مشکلش این است که ده دانه آیتم داریم، ده دانه ریکتنگل داریم، فقط یک دانه آیتم، یک دانه ریکتنگل چی میشد؟ دیسپلی میشد و مینو بار ما شما دیسپلی نمیشد. این حالی میبینیم که چرا دیسپلی نمیشه. چون آیتمز اره بود، سایز شده انتخاب کرده بودیم، از خاطر این را داخل فور گرفتیم که بودم یک لاین تمامشان اینیشالایز هست هست مقدار دیگه تمام آیتم ها. خب بعد از او هر بار هر آیتمی که اینیشالایز میشه او را اد کردیم در مینو ست کالم، یک
مینو داشتم به نام مینو ست کنم سیست واسه قسمت هم مشکل نداره حق میشه. خب و دیگه در یک قسمت با استفاده از رکتنگل میتونی ست فیل کال کردیم با یک کلر چنگ نه مشکل نیست. و دیگه تکست ساختیم با استفاده از تکست میتونی ست استایل کال کردیم و فون سایز چه چنج کردیم خیلی مشکل نداره. اینجا یک دانه تکس داریم نه؟ یک لاین است. یک دانه تکس اینجا ساخته نمیشه. چند دانه تکس ساخته میشه؟ ده دانه تکس ساخته میشه چون داخل فور قرار داره. هر بار که یک دانه تکس ساخته میشه او تکس در کجا قرار میگیره؟ در داخل سگ قرار میگیره و همزمان اول چه قرار میگیره؟ ریکتنگل قرار میگیره بعد از اون تکست. خیلی مشکل در کجا باشه که یک دانه ریکتنگل دیسپلی میشه. خب بعد از اون متد گت چلدرن مستقیما ساده زدیم چون از کلاس تایل پن ماش ما اکستند کردیم. گت چلدرن که مستقیما در داخل کانسترکتور ساده میزنیم، یعنی به این معنی که آن کورپانی که ساختیم میخوایم در داخل چی اضافه کنیم؟ تایل پن اضافه کنیم. خب در حقیقت هر بار باید یک دونه استک هم بسازیم یا نسازیم. ما شما استک پن آوردیم بیرون. خواهی قسمت پاک کردیم آیتمز خود سایزش مشخص ده مانده بودیم. هره همیشه فکس سایز است، یعنی اگر شما سایزش مشخص کنید اونمو سایز برای همیشه داره، شما چنج کده نمی کنید. از این خاطر ای را به خاطر فور ده انتخاب کرده بودیم، ولی فور که حذف کردیم از این قسمت ای را چی می کنیم؟ حذف می کنیم. خب به می شکلی که ریکتنگل خود اینیشالایز کرده بودیم آیتم های خودم به می شکلی چی میکنیم؟ اینیشالایز میکنیم سایز نیو مینو آیتم. خب تایپ اری آیتم چی است؟ مینو آیتم است. پس درست است، این قسمت هم فقط به یه اریه میتونیم چی اضافه کنیم؟ مینو آیتم اضافه کنیم به خاطر تایپش آیتم است. این بار از فور کار نگرفتیم، به شکل دیسی اضافه کردیم. سیسم فرزن من میمانم میره چهار چهار نه سه باشه این باشه چهار و این باشه پنج یه هم باشه شش. خب آیتمز اینیشالایز شد، حالی مینو اینیشالایز میشه. رو بیشتر هم گفتیم اینال در داخل این مینو میخواییم اینی آیتم ها را عد کنیم. سیسه پس باید چه قسمت کنیم؟ مینو set columns dot get items dot add add نه add all. چون چند دان آیتم داریم نه؟ این قسمت میتونیم از arrays کار بگیریم as list و چی را پاس میکنیم؟ آیتم های خود را پاس میکنیم. پای قسمت ای هم اد شد اما فور ما شما حذف کردیم. سیسه
وقت فور هست بدیم باید که ریکتنگل هم به می شکل چی کنیم؟ اد کنیم خب ریکتنگل رو داخل چی اد میکنیم؟ داخل استک اد میکنیم نه؟ بعد که چل بدیم استک هست کنیم استک هست نکنیم استک به یک پایین تعریف شده سایسه dot add all میگیم سایس اینجا هم اریز dot as لسته کار میگیریم چرا اینجا اری از لسته کار میگیریم به خاطری که در داخل در متد add all فقط میتونیم یک کلکشن پاس کنیم یک لست پاس کردن میتونیم اگر مستقیما رکس بگیریم رکس اری سره را مستقیما پاس کردن نمیتونیم از خاطر اره را در متد اصل پاس میکنیم متد اصل است با ما چی رو برمیگردانه لستی و نمو اره پاس کنیم برمیگردانه خواهی هم اضافه شد خب حالی یک بار رن میکنیم میبینیم که اگر مشکل داشت مطابق و مشکل پیش میریم چند نفری که چی میکنن آماده کنن سیسا خب بازم روی هم قرار گیرته چون داخل چی رکتنگل اضافه کردیم استک اضافه کردیم یعنی استک حذف میکنیم چون استک روی هم قرار میتد تمامشان روی یکی دیگه شان قرار میگیره پس من این استک حذف میکنم به جای استک خب ما شما باید مستقیما تعداد ریکتنگل های خود داخل تایل پن اضافه کنیم چون میخوایم تایل پن کار کنیم یعنی از خاطر این استک از اینجا حذف میکنیم باید دا داخل آنکور پن هم نباشه سیسه خب در این قسمت باید قرار داشته باشه arrays dot as list و rectangles اصلا باید به اینجا قرار داشته باشه خالی سیسه ما کاری که میخوام برتان بکنم یه اساس هست میخوام یک دانه مینو بسازم کم مینو کار شهر شما بفهم مینو چه قسم کار گرفته میشه این قسمت میخوام یک مینو باشه هست وقتی روی مینو کلیک میشه یک مینو دیگه اوپن شه وقتی روی مینو دومی کلیک میکنیم آیتما دیسپلی شه آیتم یک چهار است میخوایم که انمی تعداد رکتنگل ها را در چهار ستون تقسیم کنم اوی که پنج است در پنج ستون تقسیم کنم اوی که شش است در شش ستون تقسیم کنم خب فعلا ما و شما فقط در داخل ازی مستقیما چی را اضافه کردیم مستقیما رکتنگل های خود اضافه کردیم سیسه این حالی مشکلی که دیروز بود مینوبار که حد میکردیم در داخل ازی ما شما در داخل خود لیاوت اضافه میکنیم مینو رو باید در زیر فریم قرار بگیره سیسه از خاطر مینو رو از اینجا باید انتقال بکنیم در کلاس اصلی ببریم در ست تاپ پر در پن
قرار بدیم که در اونجا چی شوه؟ دیسپلی شوه. پس مینو رو از اینجا چی میکنیم؟ انتقال میکنیم. مینو خیلی سر یعنی اینی رو مینو میگنم. مثال به فایل کلیک میکنم اینا مینو سر. اینی خودش یک مینوی دیگه است در حقیقت. یعنی فایل یک مینو است اینا ایتماس است است اما اینی یک مینوی دیگه است. روش کرسر قرار میگیره میبینید این طرف چی باز میشه؟ لس باز میشه. این خودشان چی است؟ ایتماس است است. از این خاطر این چون در بالا قرار بدیم از قسمت ما این آیتم را از اینجا انتقال میدیم سایس نظر کلم کلیم میشه خب کلاس اصلی ما شما با نام چی هست؟ لیاوت دیو یا من است؟ من است نه؟ این قسمت هست هست خب در متد start import میکنم از اینجا و دیگه چی رو کپی میگیریم این قسمت شد cut میکنم را هم با اینجا میارم در پایین قرار میدم بلایش هم میگیریم که مشکلش ناس هم بلیش انجام دادم خب ما شما یک کلاس مستقیما از تایل پن اکستند کنیم سیسو تایل پن یک لیاوت است ما میخوایم مینو رو بسازیم سیسو مینو بار در زیر فریم قرار میگیره در قسمت بالای ایرش میگه مینو بار میگه سیست ما شما در اینجا تایل پن هم مستقیما چی کریم؟ اکستند کریم بنال اگر ما در این قسمت مینو رو قرار بتو مینو در روی چی قرار میگیره؟ تایل پن قرار میگیره در قسمت بالا قرار نمیگیره از خاطر دیسپلی نداشتیم بنال بخوایم دیسپلی داشته باشیم باید که یک بور در پن داشته باشیم ست تا پیشه چی رو بانیم؟ مینو رو بانیم سیست و بعد از این ست تاپ مینو مانده بازو در تاپ چی میشه؟ قرار میگیره و خود ست تاپ، ست لیپ، ست رایت یک خوبی دیگه داره که به اندازه خود سایز اونم کامپوننت که داخلش قرار میگیره خود ریسایز میکنه مثلا این مینو میبینید که شاید به اندازه 10 پیکسل هیت داشته باشه سایز ویدش خود زیاد است تا یک قسمت هم اونمو هیتش هم 10 پیکسل میگیره ویدش هم به اندازه سایز فریم خب آن کرپان در این قسمت کار نداریم اینو بار از اینجا حذف بدیم وظیفه تان رو مقصد میاریم خب ولی کلاس خیلی ساده شد دیگه نه آن کرپانه که هست بینیم میرم از قسمت هست میکنیم ولی شما میبینید در داخل تایل پن فقط چی قرار داره؟ فقط چند دانه ریکتنگل قرار داره سیسه؟ معلوم خود میشه نه
hub. Can Alt Shift F مزم می سازه کنیتانه. خب دیروز مستقیمن ما شما داخل سین نیو تایل پن گفته بودیم نه؟ امروز مستقیمن نیو تایل پن نمیگیم، اول یک دانه بوردر پن می سازیم به نام بوردر نیو بوردر. ما در سنترش رو نمو لیاوت خود قرار میتونم دات ست سنتر. در تاپش چی رو میمانم؟ ست تاپ. باید کدامش مانده شده؟ مینو بارد مانده شده. اینه مینو بارد کدامشانه داره. بعد یک قسمت چی رو اضافه میکنیم؟ بورد در اضافه میکنیم. آن سیسه خوب این آن با میگم که اگر سه کلیک میشه باید این رو به سه کلم میشن سیسه. اگر چهار کلیک میشه به چهار کلم نشان میده، اگر پنج کلیک میشه به پنج. خب من نفر رو نو دانه میتواری که بخواستیم بیاریم آشما بیاریم که نمانم. خب اکشن ایونت ما شما روزه قبل در بتنما کار کرده بودیم. امروز میخواییم در آیتم هم چرا کار بگیریم؟ اکشن ایونت کار بگیریم. خب اینترفیس ایونت هندلر را ایمپلیمنت ساختیم سیست. به این خاطر ایمپلیمنت ساختیم که بتانیم میتود هندلر داشته باشیم تا کامپوننت که رجیستر میشه ریدایرکت شه به اون میتود هندل زمانی که کلیک میشه. خب این قسمت خودش ایمپلیمنت میکنه. ما شما ایمپلیمنت کنیم وقت زیاد میگیره. ما این لاین را ریموف میسازم و این قسمت چک میکنم. میگم که آره آیتم زیاد داریم. آیتم چهارم بود سوم بود خب سه چهار پنج شش. اما متوجه باشین آبجکت آیتم سوم یا آیتم هست نه؟ سومش در کدام اندکس هره قرار داره؟ اندکس سفرم قرار داره سیست. هره از سفر شروع میشه یعنی در سفرم قرار داره. چهارمش در اول خلاص از سفر چی میشه؟ شروع میشه سه چهار پنج شش. نمیده یک قسمت میگیم اف اگر event.getSources مسایی مسایی به items of zero شد به او صورت به او صورت فرم یک مسیج display شود که سه و وقت کمتر گرفته شما یک قسمت چی میکنیم؟
تاپ میکنم سه چهار پنج و شش. یکم میشه، دوم میشه و سوم میشه. نه دیگه else در صورت که دو دانه شرط داشته باشیم else کار میشه. سه خواهد میمه و کده میبینیم خواب کس گفته میتونه چرا کار نداره؟ ید الله، ید الله نه نور الله تو میگی چرا کلیک نمیشه؟ کلیک خمیشه، کلیک میکنه میگه نه؟ چرا وقت کلیک میکنه یعنی میتود کال نمیشه؟ شما بگویید. آه بگو جی جی سر نشده سه سه هیچ متوجه نیست دیگه رایتون تا زمانی که ریجیستر نشه خب بطن نمیفهمه دیگه بچ ایونت که ریجیستر نیست وقت کلیک هم کنیم مثل که بیجان باشه. از خاطر باید هر آیتم جداگانه چی شوه؟ ریجیستر شوه. سیست از خاطر من میایم در این قسمت آیتم سمیگم خب از فور کار میگم اینو آیتم هر آیتم از هر دوره که لوب دور میخوره یعنی اینو به نام فور ایچ لوب میگه هست فور ساده خیلی قسمی سنه انتجر آی میگن از صفر شروع میشه آی میگن تا زمانی که کوچکتر از آیتمز دات لنت است و بعد از آی پلاس پلاس میشه هست ای به آبجکت ها و قدر استفاده نمیشه سیسه یه قسم هره اگر چه ایرم کار بگیرم مشکل نیست ایره چه قسم میگیم میگیم که آیتمز آف زیرو داد ست آن اکشن و دست زیرو نمیگیم آی میگیم چون آی بار اول صفر است اندکس صفرم هیچی میشه ریجیستر نشه بار دوم که لوب تین قسمت میرسه پلاس پلاس میشه آی چند میشه؟ یک میشه و اندکس یکم کدام است؟ این ریجیستر میشه و بین که اول کلوز بسازیم بعد دوباره ران حال سه سنه چهار اگر شش کلیک میکنیم شش چی میشه؟ دیسپلی میشه حال ریجیستر هم شد برای آبجکت هایی قسم فور کار نگیریم سه است در جای شمو چی میمانیم؟ مینو آیتم میمانیم بنام آیتم و اریش میمانیم هر بار در میخوره هر ایندکس شه میندازه و یه آیتم یعنی به این چی میکنه اساینه ولی بدونی که آیتم صاف آی بوی فقط چی میگه آیتم دات ست آن اکش دوباره چی میشه بنامو کار قبلی انجام میده صحیح سه یعنی کار میخوره دیسپلی میشه خب میگیم که به جایی که دیسپلی شوه باید چیکار انجام شوه
باید اونمو تایل پنیک خود ما شما ساختیم تعداد کلمه‌اش تفاوت کنه سایسه سر اگر کلیک میکنیم تعداد کلمه‌اش 3 شوه اگر 4 کلیک میکنیم تعداد کلمه‌اش 4 شوه اگر 5 کلیک میکنیم تعداد کلمه‌اش 5 شوه از خاطر انال ما دینی قسمت